که دیگه خیلی شایعه، اصلاح طرح لبخند، نامرتبی دندون ها، بیمارا مراجعه میکنن از زمان ارتودنسی، از هزینه ارتودنسی، از این که بالاخره دستگاه ارتودنسی دوست ندارن، خوششون نمیاد، میگه آقای دکتر لطفاً همین کاری که میگه اصلاح طرح لبخند رو انجام بده، دندوناشون رو میتراشن، لامینیت سرامیک کامپوزیت اینها انجام میدن و گاهن که خیلی مقام دیده میشه بعد از چند سال مشکلات تغییر رنگ و البته مشکلات لثه و پوسیدگی های ناشی از تراش دندون رو ما شاهد هستیم. اینو اضافه کنم، نه اینکه هیچ زمان برای هیچ نامرتبی های آزادی عزیز ما از این روش استفاده نمی کنیم، ولی برای محدودی از نامرتبی ها وقتی که خفیف باشه، وقتی که شکل دندون یا عرض به خدمت شما که نامرتبی های خیلی زیاد داشته باشیم، این درمان ها به واقع خیلی آسیب رسان هست و خیلی هم متاسفانه الان شایع هست. پس لطفاً در نامرتبی های شدید این کار رو نکنید. اسلاید بعدی لطفاً. اما در این اسلاید دیدی که خب خیلی ساده است، یک تاییدی بر صحبت قبلی بند است، یه فضای کوچیک بین دندون‌های جلویی بالا بوده، یه تغییر رنگ زرد رنگ کل دندون‌ها تراش خورده و روکش شده، بیمار خوشحاله که زودتر دندوناش هم رنگش درست شده، سفید یخچالی شده، همین که فاصله بسته شده، ولی خب غافل از این که به هر حال آسیب جدی به دندون‌ها وارد شده. اسلاید بعدی لطفا. البته من سعی دارم میکنم که یه مقدار از بار در واقع علمیش بکاهم و به بار اجتماعیش پردازم. امیدوارم که حوصله سربر نشده باشه، اما این فاصله ای هست که ملاحظه میکنید، اومدم با کامپوزیت صرفا این فضا رو بستن، دندون ها عریض و به هر حال هر کسی میتونه به هر حال متوجه بشه که یه مقدار نازیباست. این رو هم اشاره میکنم که البته ممکنه بیمار خودش اصرار ورزه بر این است، ولی من درمانگر باید بهش بگم اگر هم میخوای این کارو بکنی تبعاتش اینه. این فضا میتونه با ارتودنسی بسته بشه، تناسب دندون ها و زیبایی دندون ها حفظ بشه، ولی متاسفانه به صرف کامپوزیت بسته شده. اگر بیمار البته بداند که آرزش اینه، اشکالی نداره. اسلاید بعدی لطفا. بسیار خوب. و اما آخرین اسلاید، این بیمار هم چندی پیش ما مراجعه کرده، ما خیلی ساده است، این دندون چهار یک سمتش داخل قرار گرفته بود، به جای اینکه با ارتودنسی بیا سر جای خودش به سطح بیرونیش کامپوزیت اضافه شده. این تصویر ملاحظه یه دندون خیلی کوچیک و زشت که تو لبخند بیمار رو اذیت میکرد و البته مشکل مفصل فک ایجاد شده بود. یعنی درمانهای نابجای ارتودنسی صرفا مشکل زیبایی ایجاد نمیکنه، وقتی که این دندونها درست روی هم نشینه به مفصل هم آسیب میزنه. و خب به هر حال ما این کامپوزیت رو برداشتیم، اضافه رو با یه ارتودنسی ساده دندون سر جای خودش قرار گرفت. خیلی خوب، عالی بود آقای دکتر. کلی دست مریضات. و اینکه یک دقیقه جنبندی پایانی. جنبندی پایانی جناب آزادی عزیز، من همین جمله رو فقط پایان عرایض خودم قرار بدم که ما درمانگرهای دندانپزشکی بسیار خوبی در مملکتمون داریم. عرایضی که من کردم بسیار بسیار محدود هست به برخی درمانگرها، که اون هم به خاطر این هستش که ارتودنسی ثابت در دوره کوریکولوم آموزشی دندانپزشکی عمومی آموزش داده نمیشه و بعضن بدون اینکه بدانند که در واقع اطلاع کافی ندارند این اتفاقات رخ میده. و امیدوارم که مواردی که عنوان کردم بتونه تونسته باشه در واقع مورد توجه هموطنان عزیز ما قرار گرفته باشه. در خدمت. خیلی خوب بود آقای دکتر مسعود داوودیان، متخصص ارتودنسی. کلن کار را باید به کاردانش سپرد.